سلام بچه ها، من فرشادم و تو این ویدیو از فیلم تیو میخوام در مورد قسمت اول برنامه جذاب TNT حامد آهنگی صحبت کنم. خب همونطور که میدونید قسمت اولش که ویژه برنامه نوروزی بود پخش شده و قرار دو روز پشت هم دوتا برنامه ویژه نوروز داشته باشه، یعنی یه چیزای شبیه برنامه های سال تحویل، ولی بعدش برنامه TNT تبدیل میشه به یه مسابقه ریالیتی شو که یه کپی برداری از یه برنامه خارجیه که نمونهش تو ایران نیست و خودشون ادعا میکنن که قرار خیلی سر و صدا کنه. پس این دو قسمت رو اصلا کاری نداشته باشین، کلا برنامه یه چیز دیگه است. اما بذارید بهتون بگم که تو قسمت اولش چه اتفاقی افتاد. خب اول از همه معلوم بود حامد آهنگی یه آدمی پر انرژی، پر جوم و جوش و قراره یه ساعت و نیم خیلی بهمون خوش بگذره و همین اتفاق هم میافته. خیلی انرژی میذاره، خیلی میخندون آدم و واقعا لذت بخشه و اولش هم معلومه خیلی نگرانه که یه موقع پخش برنامه به مشکل نخوره، چون عملا همه هر مهمونی که آورده و چه هم اون بچه هایی که دارن اون برنامه ها رو اجرا میکنن همه در حال غیر دادنن، یعنی عملا یه خورده خط قرمزا رو جابجا کرده و یه جایی هم تیکه میندازه که به حاجی فریزا میگه که امیدوارم که این قراتون پخش بشه. حالا یه چند تا مهمونم آورده. اولین مهمونش که خیلی جذاب جوادی یساری رو آورده، کلی باهاش گپ میزنه. جوادی یساری دو سه تا از آهنگای قدیمیش رو اجرا میکنه. خب خیلی پیر شده، خیلی سخت حرف میزنه، خودش هم میگه واقعا دیدنش خالی از لطف نیست، حتی داستان زندگیش رو تعریف میکنه، خیلی جذابه. و بعد از اونم مهمون بعدی برنامه میاد که علیرضا بیرانونده، دروازه‌بان تیم ملی و پرسپولیس، که با اونم گپ و گفت میکنه، کلی خاطره فوتبالی رو تعریف میکنه واسش و اینکه زبان انگلیسیش بده. اینم واقعا خیلی جذاب، مثلا که حامد آهنگی خیلی اذیتش میکنه، خیلی باش شوخی میکنه. و بعد اون هم اتفاق جذاب این قسمت میفته، نیما رئیسی میاد. خب نیما رئیسی صدا پیش است و بازیگر، خوانندگی کرده ولی نه به اون صورت حرفه‌ای، و میاد یه آهنگ قدیمی رو اجرا کنه، اونم با حامد آهنگی، یعنی دوتا اجرا کنن. و اتفاقی که میفته اینه که فکر کنم بیشتر از 6-7 رو برداشت میگیرن و نیما رئیسی همش خرابکاری میکنه، آهنگو یادش میره یا یه جایی که نوبت حامد آهنگی اون شروع میکنه به خوندن و هی برنامه کات میخوره، ولی این کات خوردن ها رو هضم نکردن از تو برنامه و یه جایی حامد آهنگی تو سالن میدوه دنبال نیما رئیسی. همه این پشت صحنه هاش هست، خیلی جذابه، برنامه خیلی خودمونی جذابی شده. آخرش هم امید حاجیلیو میارن که دیگه یه خواننده پر انرژی واقعا خوراکشه یه همچین برنامه هایی، چند تا آهنگ اجرا میکنه، یک گپ و گفتی دارن و یه نکته ای هم میگه، مثلا میگه تا حالا حاشیه‌ای داشتی تو زندگی؟ میگه یه حاشیه هم سر برنامه بندبازی بوده که خیلی خوب با مهراب شریفی نیا این ورانور میرفتیم، همه جا سر صدا کرده بودن که ما دوتا با هم تو رابطه ایم و این حرفا، در صورت که از این خبرها نبود. و در آخر هم واسه اینکه قسمت اول رو تموم کنه، حامد آهنگی دوباره جوادی یساری رو میاره، یکی از اون آهنگای قدیمی مشتیش رو میخونه. خیلی پیر شده، خیلی، و باید ببینید چی میگم، ولی واقعا دلنشینه، خیلی آدم دلنشینیه و با آهنگ اون برنامه رو تموم میکنه تا قسمت دوم یه چند تا مهمون جدید دیگه بیاره. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو و قسمت اول و کامل در جریان قرار گرفته باشین. من همه برنامه نوروزی فیلم ها رو دارم لحظه به لحظه و همون روز واسهتون آماده میکنم که از هیچی عقب نیفتین تو این تعطیلات. لینک چند تاش هم توی ویدیو واسهتون گذاشتم که اگه خواستید اونا رو ببینید، و بهتون پیشنهاد میکنم اگه تا الان مسابقه جذاب ارتش سری هم ندیدید حتما اونا دنبال کنید. همین قسمتاش هست، واسهتون لینکش رو میذارم این بالا. یادتون نره اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید که هر برنامه جدیدی اومد سریع ازش مطلع بشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.